خیلی کار سریع پیش رفت. بدش به من فقط ببر. دیگه دو نفری میشه دست کار میشه دیگه. از که تلا پایدن شده کار. این سبزی خوردن ماه خلاصه. بهش امروز روزتون رو قشنگ کردم. من میگم این سبزی خوردن یا سبزی آشه. آره کارا رو سپرد، از حتی سفارش که گفتم هم برم چمدون هم بچینم و یه دوش بگیرم بیام دیگه بقیهش با شما. خوشتعمش کن همکارت هر وقت رسید آفتون بپسنده. آره اصلا حس زندگی یعنی که همه با هم کار کنن دیگه. اگه یه نفر بشینه و اگه کار کنن که دیگه لطفی نداره. داماد و مادرزن با مشارکت هم دارن لوبیاها رو خورد میکنن و آماده کنن برای لوبیا پلو. امشب یه لوبیا پلو مشکی بازیم. امشب درست کنی؟ امشب بعده. آره دیگه تا تازه است. لوبیا پلو رو درست کنی. لوبیاش هم میگه سبز خوبی اومده. چطوره ماما؟ خیلی عالیه سبزه. دونه نداره وسطش؟ دونه نداره ولی خوبه. خیلی ترده. ترد و خوبه. بیشتر خالیه. خیلی خوبه. بعد خوشمزه هم هست و شیرین هم هستن. پژمان لوبیا رو دید خوشحال شد. من میشدم لوبیا ببینم خوشحال نشد. خیلی دوست دارم. لوبیا خوردم ماکارونی. یه فیلم برای لوبیا پلو پر کرده بودیم یا بهتره؟ آره دارم خوب در اومده بود لوبیا پلو؟ نه از اون بهتر در اومده که با هم درست کردی؟ آره من فشمان با هم اینا آماده شن و سرعت هم خوب بود تموم شد. بدش به من فقط ببر. دیگه دو نفری میشه دست کار میشه دیگه. خسته نباشید. لوبیا رو بریزم. لوبیا رو با مامانایی پور کردیم. خوردن هم داره آقا انصافاً. رفتم گوشت تازه هم گرفتم. یه لوبیا پلو درست کنم که از پسندون هم بکنم. سلام میکنم خدمت شما عزیزانم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اینجا رو ببینید فقط چه خبره. آقا پژمان چه کرده؟ تمام لوبیاها رو ریختی پژمان. ببینید فردی چی کار کرده؟ کجایی؟ سلام سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز یه سورپرایز داشتم. امروز صبح با مامانای لوبیا سبز خورد کردیم، بعدش رفتم بازار. منم برنامه کردم گفتم حالا که نیستم منم که عاشق لوبیا پلو رفتم گوشت تازه خریدم گفتم که همه سلوساتشو بچینم و لوبیا پلو درست کنم. آره دست درد نکنه. امیدوارم خوب بشه دیگه. امروز مهمونه. ما زود برگشتیم. منم سلام میکنم به همه اینکه ما زود برگشتیم. می‌خواستیم درست کنیم آقا پژمان نمیذاره. آره کمک دست دارم بهتره. آره ما وقتی تو آشپزخونه میگه نه من باید کارا رو حتما انجام بدم. آره ناهار مهمون منی. آب جوش اومده، آبو گذاشته، پیاز رو روشن کردی؟ پیازم روشن کردم. بله پیازم داره اینجا سرخ میشه. گوشتم که الان میاد سرخ میشه. لوبیام روشنه. زیرشو زیاد کنم پژمان. اجازه هست خاموش شده بوده. میگم انگار هیچ واکنشی نمیده. مطابق نه یه بعد بگیم من انجام دادم. اینه همه کار من عیزه که بازی کم و زیاد میکنی به استفاده نمیده. آره فایده برو اونجا ببین گوشتاشم گذاشته. برنج گذاشته. برنج. اینم گوش تازه گرفتم. چه گوشتی گرفتی پژمان؟ چه اندازه هاش خوبه. آره از این گوش ریزا گرفته که خوشمزه میشه تو لوبیا پلو. آره اندازه هاش خوبه. دستتون درد نکنه. ولی دوستاش هم دیرتر می اومدید. من کامل میپختم. من دونم چرا شما یه زود رسیدید امروز. دیگه کارمون زود تموم شد. آخه خانم عزیز بازار. نه چون نیرو زیاد سه نفر بودیم زود خرید کردیم. سه نفر بیشتر هم بود. ببین ما چقدر وارد شدیم. حرفه ای هستیم. آره. ولی خب همین هم ارزش داره دیگه. الان گذاشتی برامون بپز. ببینیم چی میشه. خب گوشت رو اضافه کنم اینجا. شو همینی خالی. لوبیا پلو آقا پژمان که دوست داره هیچ منم دوست دارم. همه دوست دارم یعنی میمیرم برای لوبیا پلو. آره تو لوبیا پلو آره پژمان امروز اصلا حسام نکن که دیگه فقط خودتی یا پژمان خوب بشه امیدوارم خوب بشه پریداش مال من بیشتر باشه
پژمان زیاد درست کن زیاد خب آره داره میاد بیا پژمان مامان از تو سالن داره میگه بو عطر غذا داره میاد حالا پخته بشه چی میشه تبلیغات هم خوبه البته مامان چون هنوز نپخته که چجوری تبلیغت میکنه پژمان کارش درسته میگم که هیچ که نیستم ولی هم میگم آره پژمان یه سفر در پیش داره ولی قبلش داره برای ما سریع این غذا رو آماده میکنه زردچوبه‌ام پاشیدی رو گوشتا ببینم چی کار میکنی پیاز رو تفت دادیم گوشت رو نزفه کردیم زردچوبه رو نزفه کردیم گوشت کنم گوشتش کنم ولی کنم یه اضافه کنم آره یه دو دست بختشون خوبه هم آقا پیزمان هم آقا عبدالله آره تم دارشه خیلی 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 آره ولی همین که یه گوشه کارو میگیرن خیلی لذت داره آره خیلی خوبه همه باید کمک کنن چه در آشپزی چه در جمع کردن تمیز کردن اصلا حس زندگی یعنی که همه با هم کار کنن دیگه اگه یه نفر بشینه و یه کار کنن که دیگه لطفی نداره آره واقعا خب اینجا هم دیگه کمان اضافه کنم بله آبش رو خالی کنم اینم بره کار سراشگاه هست همون بود نمک زدی؟ نمک هم الان تو آبش سم پژمان امروز سفر داره یعنی داره میره سفر ولی با این حال الان ما میخواییم دست بختش رو بخوریم بعد پروازم داره انشالله که سودم آماده بشه که دوره هم بتونیم غذا رو بخوریم بزن که غذا رو بخورم میتونی؟ این پروازم ساعت 4 اگه اجازه داری ما کمک کنیم میرسونیم غذا کار اصلی شما آره چیز میکنیم کمک میکنیم که دوست هم خود آقا فرمان بخوره بتونه بخوره دوره هم آقا یکی عاشق لوبیا پلو خودش هم درست کنم بره اونم خوبه اینم به حال یه خاطره میگم یادتونه لوبیا پلو درست کردم خودم نخوردم حالا اگه بعد بشه دیگه نیستم نه عالی میشه الان که بوش راست داده عالی برو کاراتو بخون تا ما این آبکش کنیم بعدیه باشه دیگه آماده میشه شما قبل نیست آماده کنیم باز آماده آماده آره برو بیا باشه بیا دست در نکنه برو نسو جان گوشتش هم ریزه زود میپزه خیلی آره. خیلی بعد توی لوبیا پلو حالا دیدی بیشتر با گوشت چرخ کرده درست میکنی آره. بعد این گوشتای تیکه‌ای خیلی خوشمزه میشه خیلی من خودم گوشت تیکه‌ای رو خیلی دوست دارم آره ما از وقتی اومدیم استانبول اینا چون آماده راحته سایزش خیلی خوبه حالا تو دوربین هم یه کمی درشتر افتاده آره فلفل سیاهشون فقط ببین یه چیز جالب بهت بگم بکن دو نفری که تو بیاخونه انقدر دوست دارم آره پای غذایی من اینی که پشت دوربینه رو بگو خودم خیلی دوست داری من مهدا سپه همه واقعا عزیزه خیلی خوشمزه است فرد جان حالا پرسیدی که گوشت میپزه یا نه آره یکیشو بردار تست کن گوشت گوسفند دیگه گوساله گوساله نمکی زدی نمک اینجا بود پخته یا نه همین الان پخته آره یعنی قبل از اینکه دم بکشه پخته بعد من رو این آب نریختم که بپزه چرا؟ آره گوشتش خیلی ترد و خوبه مو کاملا پخته یعنی گوشتای گوشتاله اینجا با ایران هم میکنه؟ ترتره مامان گوشت این زود تر میپزه به مامان بده تست کنه کاملا پخته اون دوها نمک بدم براش نیست که اینجوری باشه آدم میخوام از اون راحته بله پزم نداره بله
آره دادای دوستان. نرم شده. کامه پخته. نرمه نرمه. میگم چه گوشت خوبی پخته نرم رو خورده شد. نرمه نرمه. انگار که اینو دو ساعت این توی قابلشون. بله بله. اصلا خورده بود. خیلی جالب بود. مثلا گوشت آرام که گوشتبند باشه این گوساله هم. گوساله است. بله گوساله است. فایده اینجا مشغوله. پژمان هم اینجا برنج و آب کش کرده. من رو بشه یه ذره زیاد میریزم چون قرمز که میشه خوشمزه تره. آره رنگش که قرمز میشه خیلی خوبه. میخوایم سریع درست شه که آقا پژمان بخوره. آره دیگه کمک کنیم بقیهش رو سپورت بخوره. آره قسمت خوشمزه لوبیا پلو دارچین و آبیشن. این هم پول بیبخ خوش طعمش کن همکارت هر وقت رسید آفشون بپسنده. آره نمکش هم بزنم یه کمی تفت بکنه با لوبیاها با هم قاطی کنم. آره دیگه ما رو نشوندن ما من و شما امروز بازنشستیم استراحت میکنیم. آره چکار میکنم یه کمی دیگه کار داره. دمش کنی. آره دیدی برنج که آب کش میشه با چیزی که من داری با پیش دستی خیلی راحت تر خیلی راحته. اصلا کفگیر و اینا جواب نیست. ببینم چیکار داری میکنی لایه لایه. آره زعفرون دم کردم. پژمان البته اون که نمیدونه باید زعفرون دم کنه یادش نبوده. یه ذره زعفرون دم کنم بعد بدیم روش. آره با زعفرون خیلی خوش عطر و خوش طعم میشه. خیلی حالا کارا رو سپرد از هر سفارش که گفت هم برم چمدونم رو بچینم و یه دوش بگیرم بیام دیگه بقیهش با شما. اینم تموم. بله تا دم بکشم. آره. دست درد نکنه. سبزی خوردن و آره اینا رو آماده کنم که تا غذا دم میکشه سریع بکشیم. زیتون هم گذاشتیم. این سبزی ها همون هست که با هم رفتیم خریدیم. آها همونه. کروبچار رو میبینی؟ آره. که مامان میگفت چقدر مغزش پره؟ آره دقیقا. مامان جانی مغزه تروبچار. خیلی پره مغزش. میبینی؟ خیلی تروبچار خوبی. آره. این تربچه ها چون بزرگم هستن اینجوری راحت تر خوردشون کنی. ببین اینو چه خوش رنگ داخلیش. آره صورتی صورتیه. سبزی خوردنمون توش جعفری داره، نعنا داره، شیبید داره، ترب داره. یعنی فقط چی داره؟ بگو فایده. من میگم این سبزی خوردن یا سبزی آش. منم ایران که بودم یکی که مثلا جعفری خیلی خاصیت داره. جعفری رو شیبید میذاشت تو سبزیش میگفت آخه این سبزی آش میذاره. سبزی خوردن باید سبزی خوردن باشه. ولی اینجا خب دیگه همینا هست. با پیازشه. ولی جعفریش یک کمی طعمش با جعفری ایران فرق داره. جعفری ایران طعمش تندتره، مزهش بیشتره. خب این یه مقداری که سبکتره من قشنگ آره ملایم تره طعمش. آره بعد ببین چقدر نازکه. دوربینو بیار یکی از اینجا بیارم که به دیگه اون ظرف دست نزنم. ببین خیلی آره. لطیف و نازکه نازکه. آره این سبزی خوردن ما خلاصه همین الان اینجا خیلی مزه میده. چون
لوبیا پلو غذای سنتیه، گفتم ظرف مسیا رو بیارم دست. دست درد نکنه. آره دوغم توی پارچه مسی بریزی. آوری میخوری؟ آره چرا که نه. بیارم ترکیب کنم. این ترکیب رو من تازه کشفش کردم. دوغ ترکیه یه کمی شیرین تر از دوغ ماست خب، ولی خب غلیظ و خوشمزه. آره من الان از این میریزم، اصلا آبم رو آتیش نمی کنم. نه عزیزم الان با شما کار ندارم. این دوغ رو میریزم. ماما هم میگه بیام کمک. آره اینم دوغ آولی. خب اینم یه دوغ جادویی. یه دوغ خوشمزه. دوغ درجه یک. آره اون روزم قاطی کردی خیلی خوشمزه شد. خیلی به نظرم طعمش انگار خوشمزه تر از خود دوغ آولی که بخوای خالی بخوریش. آره چون اینو باید مزه مزه بخوری، ولی این دیگه اینجوری خوشمزه. از اونات که دیوانه میریزی یه نفس دوست داری بری بالا. آره حالا یه چیز دیگه یادم رفت. چی؟ اینم آب شلغم. اینم از آب شلغمی که تند نیست. این آره. آره این سری امتحانش گرفتی هنوزم نخوردی. آره اینم بذارم اینجا منتظر باشیم غذا دم بکشه. چه میز خوبی چیدید، همه چیز سنتی و آره. هم که من براتون درست کردم خدایش امروز روزتون رو قشنگ کردم. دستت واقعا دست در نکنه. این هم دیگه دفعات دم کشیده باشه. به به عالی شده. عالی 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 حرف نداره. اونم اضافهش توی اون دم کردی. خیلی کار خوبی کردی. دیگه آماده خوردن فکر کنم ها. آره فقط چیز زعفرون از اونجا تو قوریه دم کردم گذاشتم. یه مقدار زعفرونم که روش بدی. دیگران بودم که نرسم به غذا. نه کار آخر رو که کرد فهیدم صاحبشون اومد. صاحبشون کار آخر رو آفشون داره میکنه دیگه. آره همشو بریزم؟ بریز بذار خوشتم شه. نه رو نمیخوا بریزی؟ یه کمی برای اون نگه دار. دیگه ببین خداییش اینم فوت کوزگریش بود که آخر کرده. ببین چی شده تمش بریم چی شده. کارا تموم شد. کارا تموم شد و خوشبختانه به لوبیا پلو هم رسیدم. نگران بودم که پرواز از دست بدم. لوبیا پلو هم از دست بدم. حاضر پرواز از دست بده ولی چی؟ الان هم لوبیا پلو رو دارم هم پرواز. آره. اگه آماده نشده بود چی کار می‌کردی پیش من؟ بودم پرواز از دست بدم. الان می‌کشم میارم. مرسی. بیاریمش. آره دیسو بیاریم بکشیم فریده جان. یه ذره بمونه زعفرونه عطرشو بده تو برنج بعد بکشیم یه دو سه دقیقه دیگه. بکشم بیارم میای دیگه؟ بله بکشم. دست جفتتون درد نکنه واقعا. نوشه جان عزیزم. من درست کردم دیگه نفر دومی در فرم نبودیم. فریده که آره نزده. فریده نظارت کرده دیگه کار نکرده. آره دیگه من ناظر کیفی بودم. خدایش چی کار کرده درستم فریده. کی بود که گفت فریده اینا رو بپا من برم همون شبه رو پایدن که یه کار نیست. از که تالا پایدن شده کار. من همه کارش کردم گوشت رو ریختم. رویا رو تف دادم به اینجا دن بیا فایده بیا خود شما فقط اونجا من توی همون صدا زدم گاز رو خاموش کنید. ببین اصلا خودش دفاع نمی کنه. کی؟ فردی که خب دفاعی نمی کنه. بعد من که موضوع همدم یه بود نمی کنه. با رم همینه آقا اسمان درست کرده. خب دیگه آره بکنید که من انگیزم نمی کنید دیگه غذا کنید. دست درد نکنه آقا پشون بشینید شما سریع نوشه جان کنید که دیگه میخواید برید. ماما جان بیا عزیزم.
بفرمایید. آره ببین داماد چه کرده. فلفل هم بیارم. اصلا فلفل قرمز و سیاه یا نه. زیره. چی دوریا کنه. یه تو رستوران نمیشه بگیره. نوشه جونت. نوشه جان آج. ببین صفم. قبول داری لوبیا پلو هم خوش رنگه، هم خوش عطر، هم خوش مزه. بله. خب چقدر بریزم برات نسیم؟ بهترین لوبیا پلو، بهترین لوبیا پلو. آره مزه ده. میخواد بره. اون دور همی هم میشسته. دست رو درده کنه. خوب شد. آره خوب در آوردی. اونم با این برنجای ترکیه که عروسی شده. آره آخه برنجای ترکیه اینا سخت در آوردنش، قشنگ در آوردی. دست درد نکنه. میشه جان. عروسی همیشه مثلا یه وعده نهارش لوبیا پلو میده. آره اونجا لوبیا پلو یه وعده. مثلا کباب یا مرغ میدن. اون ظهرش یا فردا ظهرش که مثلا همه مهمونا هستن. دور همان لوبیا پلو هستن جزء اولویته. ببینیم چطور شده طعمشم. مامان جا شما فکر کنم تست کردی. چی خوشمزه شده. خوب شده؟ کاش اینو دو وعده درست میکردی. دو وعده میشه؟ دو وعده میشه. خیلی خوشمزه شده. خیلی خوشمزه شده.